عنوان یه تجربه فکری بیایید فرض کنیم شما توی روستا زندگی میکنید و برای غذا وابسته اید به یه برکه. سه روستایی دیگه با شما در این برکه شریکن. در شروع کار 12 تا ماهی توی این برکه داریم و ماهی ها تولید مثل میکنن. به ازای هر دوتا ماهی هر روز یه بچه ماهی خواهیم داشت. در نتیجه برای به حد اکثر رسوندن منابع غذاییتون روزی چند تا ماهی میتونید بگیرید؟ چند لحظه دربارش فکر کنید. با فرض اینکه ماهی‌ها بلافاصله به اندازه بالغ برسن و در ابتدا برکه 12 تا ماهی داشته باشه و صرف نظر از جنس ماهی صید شده، پاسخ 1 ماهی در روزه. و نه فقط برای شما. بهترین راه به حد اکثر رسوندن منابع غذایی روستایی‌ها اینه که هر ماهیگیر روزی فقط 1 ماهی بگیره. حساب کتابش اینطوری در میاد. در پایان روز اول 8 تا ماهی میمونه. هر 2 تا ماهی 1 بچه ماهی میذارن و روز بعد دوباره برکه به همون تعداد اولیه ماهی خواهد داشت. اگه هر کس بیش از 1 ماهی بگیره، تعداد جفت ماهی کم میشه و جمعیت ماهی ها به حالت اول بر نمیگرده. نهایتاً ماهی در برکه نمیمونه و همه روستایی ها از گرسنگی میمیرن. این برکه یه مثال ساده است از مشکلی که به تراژدی دارایی های مشترک معروفه. این پدیده اولین بار در مقاله‌ای از اقتصاددانی به نام ویلیام فورستر لوید در 1833 توصیف شد و موضوعش چرای بی‌رویه گاوها در چراگاه‌های مشترک روستاها بود. بیش از 100 سال بعد، بومشناسی به نام گرت هاردین این مفهوم را زنده کرد تا بگه چه اتفاقی می‌افته وقتی افراد زیادی در مقدار محدودی از منابع سهیم هستند. مثلا مراتع، مناطق صید ماهی، فضای زندگی یا حتی هوای پاک. هاردین گفت این موقعیت‌ها نفع شخصی کوتاه مدت رو در مقابل نفع عمومی به تصویر می‌کشن و عاقبت خوشی برای هیچ کس ندارن. چون به چرای بی‌رویه، صید بی‌رویه، آلودگی منابع و سایر مشکلات اجتماعی و زیست محیطی منتهی میشن. ویژگی اصلی تراژدی دارایی‌های مشترک اینه که به فرد این فرصت رو میده که خودش سود ببره و همزمان تبعات منفی رو بین بقیه تقسیم کنه. برای درک موضوع برگردیم به همون برکه. هر ماهیگیر انگیزه داره که هر چند تا میتونه ماهی بگیره. ولی ضرر کم شدن ماهی‌ها تو کل روستا تقسیم میشه. ماهیگیر استراب میگیره که به همسایه‌ها ببازه و نتیجه میگیره نفع شخصیش در اینه که 1 یا 2 یا 3 تا ماهی بیشتر بگیره. متاسفانه بقیه ماهیگیرا هم همین نتیجه رو میگیرن. تراژدی اینه. بهینه کردن شرایط برای فرد در کوتاه مدت به نفع هیچ کس در دراز مدت نیست. این یه مثال ساده شده بود، ولی تراژدی دارایی‌های مشترک در سیستم‌های پیچیده زندگی واقعی نقش بازی میکنه. استفاده بیش از حد از آنتیبیوتیک باعث شده در کوتاه مدت تولید گوشت دام زیاد بشه و بیماری‌های شایع درمان بشه، ولی همزمان باکتری‌های مقاوم به درمان را به وجود آورده که کل جمعیت را تهدید می‌کنند. نیروگاه‌های برق زغال‌سنگی الکتریسیته ارزون برای مشتری‌ها تولید می‌کنند و به صاحبانشون سود می‌رسونن. این منافع موضعی در کوتاه مدت خوبن، ولی آلودگی استخراج و سوزوندن زغال‌سنگ در تمام جو کره زمین پخش میشه. مثالاش بیشماره. آشغال ریختن، کمبود آب، جنگل زدایی، ترافیک، حتی خرید بطری‌های آب معدنی. اما تمدن بشری ثابت کرده شاید قادر به انجام یک کار قابل اعتنا باشه. ما قراردادهای اجتماعی می‌بندیم، با جامعه به توافق می‌رسیم، دولت تشکیل می‌دیم و قانون تصویب می‌کنیم. همه اینا برای اینه که جمع رو از تکانه ها و هوس های فردیمون نجات بدیم. کار راحتی نیست و تقریبا قطعیه که در همه موارد نتیجه نمیده. ولی در بهترین حالت انسان ها نشون دادن که میتونن این مشکلات رو حل کنن و میتونیم به حل مشکلات ادامه بدیم اگر که درس بومشناسی به نام هاردین یادمون باشه. در مسائلی که شامل پدیده ی تراژدی دارایی های مشترک میشه، نفع شخصی در اینه که نفع جمع رو در نظر بگیریم.